دوستان عزیز، امروز میخوایم در برنامه خود در خصوص حجاب از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای شما از آن صحبت هایی رو داشته باشیم. همه ما میدانیم که خداوند مهربان پوشیده شدن از در واقع یکی از اون نکات فطری و ذاتی قرار داد که با پیدایش انسان بر روی کره زمین خداوند مهربان برایشان با ودیعت قرار داده. حجاب میتونه همانند یک سنگر مستحکم باشد در برابر ناهنجاری ها، ناپاکی ها و در واقع تزلزلاتی که در یک جامعه میتونه رخ بده و از فرد در برابر تمامی اینها میتونه کمک کنه و او را نگه داره. اگر ما به دنبال سعادت و خوشبختی خود در جامعه باشیم، قطعاً باید پیرو دستورات و آموزه های دین مبین اسلام باشیم که یکی از اون نکاتی که همواره مورد تاکید دین مبین اسلام، بزرگان دینی ما و در رأس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده، مسئله حجاب بوده که تاکید بسیار مهمی در این زمینه برای زنان و مردان مسلمان و مؤمنی هست که در یک جامعه اسلامی زیست میکنن و در واقع رعایت این مسئله میتونه به سلامت یک جامعه هم کمک کنه. همراه ما باشین دوستان عزیز، در خصوص مسئله حجاب بیشتر صحبت میکنیم. میخوایم دیدگاه پیامبر خدا در این زمینه به عرض شما عزیزان برسانیم و دعوت کردیم از مهمان گرامی خود خانم سروری تا در این خصوص برای ما صحبت خیلی داشته باشیم و همراهی شما عزیزان تا پایان برنامه میخواییم. سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم، در خدمت شما هستیم. ممنون شما خانم سروری، در خدمت شما هستیم و میخواییم که در رابطه با حجاب برای بینندگان عزیز خود صحبت هایی داشته باشیم. همواره در دین ما در رابطه با حجاب برای خانم ها و البته در کنار خانم ها، آقایان هم در جایگاه خود به عنوان یک مرد و با توجه به ابهتی که دارن مسئله حجاب سفارش شده، ولی مشخصا منظور ما از وضعیت مورد نظر یعنی حجاب یا مقوله حجاب برای مؤمنین چه چیزی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما در صحبت‌هایتان اشاره کردین که حجاب یک پدیده ای است که از بدو تولد انسان و به وجود آمدن انسان و انسانیت حجاب هم همراهش به وجود آمده، در هیچ برهه‌ای از زمانی ما نداریم که در اون زمان و در اون روزگار حجاب نبوده باشه، اما بالاخره ممکن است که عیب و عیوب های خودش داشته بوده و همونطور که ما مسلمان ها میدانیم دین مبین اسلام کامل ترین دین هست که با دستورات خودش این نوع پوشش و نوع حجاب را به حد کامل و به حد اکملش بیان میکنه. و همونطور که میدانیم پیامبر گرامی اسلام رسول و فرستاده خداوند تبارک و تعالی هست، ما در واقع نظر پیامبر گرامی اسلام را همان نظر اسلام میدانیم که در حجاب در واقع یک پدیده ای هست که از ضروریات دین مبین اسلام هست که هیچ مسلمانی نمیتونه منکر حجاب شوه و بگه که مثلا در دین اسلام حجاب وجود نداشته، به خاطر که انقدر ما ادله و دلایل بسیاری در خصوص حجاب داریم، آیات زیادی داریم، روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام داریم که واقعا انکار نشده نیست. پس حجاب یک پدیده ای است که قابل قبول در جامعه اسلامی است. حالا اگر بیایم نظر اسلام را کمی بیشتر بررسی بکنیم که ببینیم واقعا، در قدم اول باید این را بسنجیم که اسلام چون دین کامل و دین اکمل هست، هر حکمی از احکام الهی که وضع میشه برای هر انسانی مطابق نیازهای فردی و اجتماعیش است قطعا. درست. که حجاب هم مستثنای از این قاعده نیست، یعنی حجاب یک پدیده ای است که مورد نیاز بشر، هم نیاز فردی و هم نیاز اجتماعیش است. پس ما اگر بخوایم در یک تقسیم بندی کلی بسنجیم که حجاب در واقع چه فایده هایی داره یا در چه بخش هایی مهمتر هست، ما در سه بخش میتونیم بگیم که حجاب خیلی مهم است، مخصوصا در بخش حفاظت از سرما و گرما.
ما همینطور که همه میدانند دیگه در سرما که شد لباس مثلا زخیمتر حالا یک کم نوعش فرق میکنه، ولی در هر فصلی حجاب و پوشش خاص خودش داره، حفاظت از گرما و سرما و برف و باران میکنه، یک بخش از مورد نیاز بشر که حجاب وارد شده، و بخش بعدی باعث حفظ عفت و حفظ حیا و شرم انسان میشه. حالا هم حفظ حیا و عفت آقایان و هم حفظ حیا و عفت خانم ها. باز تاکیدات اسلام در خصوص خانم ها بیشتر است، به خاطر که ظرافت ها و لطافت هایی که در روحیه خانم ها وجود داره این را اقتضا میکنه که تاکید بیشتر باشه یا عموحت و نوع پوشش بیشتر باشه، ولی به هر حال بر هر دو قشر ما حجاب را داره. این بخش دوم. و بخش سوم، حجاب باعث آراستگی و زینت و وقار شخص میشه. باعث از این میشه که ما، اما طور که افرادی که هرزه هستن، افرادی که اهل فحشا و منکرات هستن، حجاب ندارن، با همون نوع، با همون وضع ظاهرشان خود را به مردم نشان میتن بدون که صحبت بکنن که من این هستم، ارزش من این است. مثلا در همین اعلاناتی که صورت میگیره در جای مختلف یا کالاهایی که اعلان میکنن، عکس مثلا یک خانومی که حجاب نداره یا حجابش خیلی کمه، این خانم مثلا نشان می ترزش ما به اندازه همین صابون و همین شامپوی است که در صدر دمی برچسبی است که دمی کالا وجود داره. اما اگر یک خانومی که ارزش خود را بدانه واقعا و اهمیت حجاب را بدانه، هیچ وقت به خود اجازه نمیده که ارزش خود را به این مقدار قرار بده و خود را به همین مقدار کم عرضه بکنه به افراد جامعه. پس حجاب باعث حفظ و پوشش انسان میشه از هر نظر و از هر لحاظ. سپاسگزار میکنیم. با ظهور دین مبین اسلام در واقع قاعده و قانونی هم وارد زندگی بشریت شد که در این قاعده و قانون ها تکامل و سعادت همچنان نهفته است. دستوراتی هست که شاید بشه گفت یکی از مهمترین این دستورات و آموزه ها همین بحث حجاب برای خانم ها و آقایان است. فکر میکنم در آیات متعددی نسبت به حفظ و رعایت حجاب برای مسلمانان در واقع دستور داده شده و تأکید فراوانی در این زمینه وجود داره. بله، ما در خصوص حجاب آیات صریحی داریم که خداوند تبارک و تعالی بیان کرده که حجاب داشته باشین و حجاب را رعایت کنین. از جمله از آیاتی که خیلی مورد توجه مسلمانان قرار میگیره و خیلی مورد توجه واقعا هست که باید بهش اهمیت داده شوه، آیه سوره مبارکه نور آیه 31 هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را از نامحرم کم و کوتاه کنند، غض بصر داشته باشند و اندامشان را از نامحرم بپوشانند. بله. نکته جالبی در این آیه وجود داره آقای حسینی، که خیلی ها فکر میکنن حجاب فقط مختص خانم هاست. بله. و میگن که خب چرا خداوند به خانم گفته حجاب را رعایت کنین، در حالی که ما دستور اولیه و ابتداءن به آقایون خداوند تبارک و تعالی فرمودن که حجاب خود را رعایت بکنن و نگاهشان را از نامحرم کم و کوتاه بکنن. پس ما میبینیم که اسلام هیچ جانبداری از طرف خاصی نمیکنه. اولا که خب تعادل و اون بر اساس نیازها و تفاوتهایی که در وجود هر دو قشر وجود داره، هر دو صنف وجود داره بیان میکنه. پس ما در این آیه به وضوح میبینیم که خداوند تبارک و تعالی دستور داده و فعل امر استفاده شده که چشمهایتان از نامحرم بپوشانین و اندامتان را از نامحرم بپوشانین و حجابتان را رعایت بکنین. بعد در ادامه همین آیه میفرماید ذالک ازکا لهم، این برای شما بهتر است و پاکیزه تر است. یعنی شما اگر بخواین پاک زندگی بکنین و پاکیزه زندگی کنین، بدون آلودگی زندگی بکنین، به نفعتانه که حجاب را رعایت بکنین. در واقع در این آیه مبارکه ما فایده حجاب را میبینیم که خداوند تبارک و تعالی فرمودن به این جهت شما حجاب را رعایت بکنین برای شما پاکیزه تر است. باز در ادامه همین صورت در آیه بعدیش داریم که خداوند تبارک و تعالی خطاب به خانوم ها میفرماید که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
به زنان مؤمن بگو که عین لفظ به مردا، به زنان مؤمن بگو که چشمهای خود نامحرم بپوشانند و حجاب خود را رعایت بکنن، که باز البته چون که در قسمت خانم ها با توجه به امو صحبتی که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، چون لطایف و اون خصوصیات روحی خانم ها می طلبه که بیشتر برشان توضیح داده شود، خداوند تبارک و تعالی بیشتر توضیح میدن. می فرماین که خب وقتی که اندامتان را از نامحرم پوشاندین، یعنی شما نگران از این نباشین، این خداوند طوری دستور نداده که همیشه و همه جا حجابتان را رعایت بکنین. یک عده خاصی را خداوند تبارک و تعالی جدا میکنه، میگه که در حضور اینها شما میتونین حجابتان را کم بکنین و از حجابتان بکاهین، که امو محارم را بیان میکنه. بسیار خب، خانم سرور اجازه میخوام که یک نکته ای را با توجه به آیه زیبا و پر اهمیت که شما تلاوت فرمودید بیان کنیم، که این مسئله برای همگان بیشتر روشن شود. در واقع باید در جامعه اسلامی که ما زیست میکنیم این توازن زیستی میان زن و مرد حفظ شود، و چنانچه صحبت شد، پس مسئله حجاب نه تنها برای خانم ها بلکه برای آقایان هم در جایگاه خودشون میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خیلی ها به این فکر هستن خب مسئله حجاب فقط مختص خانم هاست، در حالی که ما آقایان در این مسئله که هر نوع پوششی داشته باشیم اختیار داریم. فکر میکنم اگر بخوایم ما در یک جامعه سالم زندگی کنیم، باید این توازن حفظ شود و آقایان هم باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشند. چه نکاتی هست که گاهی اوقات در جامعه مورد غفلت آقایان قرار میگیره و باعث میشه که این مسئله در واقع به نحوی به دست فراموشی سپرده شود؟ در واقع همین طرز فکر و طرز تفکری که شما فرمودین، که این تفکر در جامعه هست، که فکر میکنن آقایون که آزادن که هر نوع پوششی داشته باشن. این تفکر که ما آزاد هستیم هر نوع پوششی داشته باشیم، باعث از این میشه که واقعا آقایون به هر نوع پوششی در جامعه ظاهر شوند، در حالی که اگر دقت بکنن و ما به عنوان مسلمان با آیات قرآن اگر دقت بکنیم، آقایون هم باید از همون حد و حدودی که برای خانم ها بیان شده، تنگ نباشه، مثلا برهنگیش بیشتر نباشه، یک حد و حدودی را باید رعایت بکنن که به او حجاب اطلاق شود. گاهی وقتا خب البته قبل از اینکه این خدمت شما عرض کنیم، باید یک موضوع رو مشخص بکنیم که اصلا منظور و مفهومی که از این کلمه برداشت میشه چی است. باید یک کلمه شناسی و واژه شناسی هم در این قسمت صورت بگیره، و او این است که ما یک کلمه حجاب داریم و یک کلمه ساتر و پوشش داریم، ستر و پوشش داریم، که خیلی تفاوت است بین این دو کلمه. یک وقت کلمه حجاب استفاده میشه درباره مطلبی، او به این منظور است، کلمه حجاب که از عام هست به معنای پرده و حجاب هم میتونیم در نظر بگیریم، یعنی اصل معنای کلمه حجاب به معنای پرده و حجاب هست، به این معنا که هر چیزی را که پشت پرده قرار بدی و پنهانش بکنی، از دید، از نظر پنهانش بکنی، به او میگن که او در حجاب قرار گرفته. اما او چیزی که مورد نظر ما هست، کلمه ستر و پوشش است که در لسان فقهای قدیم ای بیشتر مورد استفاده بوده، که اتفاقا از همین مفهوم شناسی ما ای را استفاده میکنیم، که پس وقتی که مفهوم حجاب به معنای ستر و ساتر هست، به معنای عزیز که حجاب خانم با پوشش میتونه وارد جامعه شود، نه اینکه پشت پرده قرار بگیره. در واقع یک طرز فکر است و یک مغالطه بین دیدگاه مخالفین حجاب هست که بین جوامع اسلامی پخش میکنن، که مسلمان به مسلمان گفته شده شما حجابتون رو رعایت کنین، حجاب یعنی پس پرده قرار گرفتن، پس به معنای عزیز که شما در جامعه نمیتونین حضور پیدا بکنین. ممنون شما. در رابطه با این موضوع بیشتر میخوام صحبت کنم، که در واقع متاسفانه یک عقیده حاکم هست، البته نشأت گرفته از جوامع غربی، که میگن حجاب نوعی اجبار از جانب دین هست، که میخوایم بیشتر مفصل در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که این شبهه برطرف شه. اجازه میخوایم که فعلا میان برنامه ای داشته باشیم و بعد از اون انشالله این بحث ادامه بدیم. دوستان عزیز جهانی، سپاس از همراهی شما عزیزان. میان برنامه ای رو کوتاه ببینیم و بعد از اون فراموش نکنید که در بخش بعدی بیشتر در رابطه با مقوله حجاب برای شما عزیزان صحبت میکنیم.
خب دوستان عزیز، تشکر از همراهی شما عزیزان. باز هم خوش آمدیم به ادامه برنامه و در خصوص حجاب از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام برای شما عزیزان صحبت میکردیم. ممنون شما خانم سروری، سپاسگزاری میکنم. متاسفانه جامعه ما و بسیاری دیگر از جوامع اسلامی در سالهای اخیر دستخوش تغییراتی، البته تهاجمات فرهنگی از جانب کشورهای غرب بوده که به شدت دارن مبارزه میکنن با آموزه‌های دینی و به نوعی دارن جوانان عزیزمون از دامان پربرکت دین مبین اسلام دور میکنن. مسئله حجاب یکی از اون موضوعات بسیار مهمی هست که موضع‌گیری‌هایی هم بوده در برابرش و گاهی اوقات توانستن به گونه ای طرز فکر جوانان عزیزمان نسبت به این مسئله تغییر بدن که این تفکر ناصحیح در ذهنشان گنجاندن که حجاب به نوعی یک اجبار از جانب دین است. در واقع دین ما به دنبال آزادی بشریت است، البته در چارچوب مشخص، تا اینکه به هیچ کسی که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنه هیچ لطمه ای وارد نشه. میخوایم صحبت های شما را در این خصوص جویا شویم که چقدر این طرز فکر میتونه ناصحیح و اشتباه باشه که ادعی فکر میکنن حجاب به نوعی یک اجبار هست. در واقع این کسایی که این دیدگاه را مطرح میکنن که حجاب نوعی اجبار هست و تحمیل میشه به خانم های مسلمان، دیدگاهشان مسلم است. یعنی ما هر مسلمان ای را باید بدانه که کی ایشو پره به مطرح میکنن. در واقع یکی از چیزهایی که مسلمان باید در نظر بگیره دشمن شناسی است. باید ای را تشخیص بده که صحبتی را که میشنوه از کی است، از چه طرز فکر است، از چه روش است و هدفش چی است. متاسفانه این سهلنگاری در جامعه بشری هست که هر چیزی را میشنوه دید خودش میپسنده و برای خودش انجامش راحت تره قبول میکنه. خب پس ما این را میفهمیم که این دیدگاه دیدگاه چه کسانی است، این به کنار. اما مسلمان یک چیز دیگر هم باید بفهمه و اوی است که من مسلمانم، به عنوان یک خانم مسلمان من مسلمان استم و وقتی که ما دین مبین اسلام را قبول کردیم باید یک سری قوانینی هم که در او اسلام هست ما باید پایبند باشیم. یعنی بعضی از اکثر قوانین اسلام، مخصوصا بعضی از قوانین اسلامی است که نماد دین ماست. صحیح. یعنی ما با رفتار خود، با همون ظاهر خود مثل حجاب میگیم که ما مسلمانیم. یعنی اگر یک فرد مسلمان، یک خانم مسلمان به همین اندازه به دین خود ارزش قائل باشه که من مسلمانم و افتخار میکنم که مسلمانم، پس ما به عنوان یک مسلمان حد پوشش ما و نوع پوشش ما باید با غیر مسلمان متفاوت باشه. یک مسئله. و یک مسئله دیگه که ما وقتی پذیرفتیم من مسلمانم، این دیدگاه از غیر اسلام است و ما باید دستورات اسلامی را رعایت بکنم. یک مسئله. مسئله دیگر این است که واقعا حجاب را اگر عقلانی فکر کنیم باعث آزادی خانم میشه. چطور؟ ما گفتیم به عنوان یک مسلمان در صورتی ما میتونیم در جامعه حاضر شویم که یک سند و یک مشروعیت داشته باشیم. اون سند و مشروعیت ما که در جامعه و در اجتماع میتونیم ظاهر شویم همین حجاب است. اسلام فرموده که ای خانم مسلمان، شما وقتی که در بیرون از خانه میری باید با حجاب باشی، در مقابل نامحرم باید، در غیر این صورت باید اصلا ظاهر نشی در جامعه اسلامی، یعنی کلا در جامعه نباید حاضر شوی. یعنی یک ممنوعیت. در واقع اگر ما خوب دقیق فکر کنیم، عدم رعایت حجاب با یک مسلمان، این رو باید دقت بکنیم، عدم رعایت حجاب بر یک خانم مسلمان یعنی محدودیت، یعنی او را در پس پرده قرار دادن. اجازه نداری از نگاه دین اسلام وارد اجتماع شوی. وقتی که حجاب، ببخشید، وقتی که حجاب داشتی میتونی در اجتماع فعالیت کنی. پس این عین آزادی است. کجای در واقع به فرموده شما که حضور زنان مسلمان با حجاب در جوامع اسلامی و در عرصه های مختلف زندگی هیچ لطمه‌ای به شخصیت والای زن نمیتونه وارد کنه. این مسئله رو ما میتونیم جستجو کنیم در وقایع تاریخی و در سطل اسلام با حضور پر
جنگ حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه کربلا و بعد از واقعه کربلا که نمونه بارزی از یک زن مسلمان و با حجاب است که توانستن یک حکومت طاغوتی را به زمین بکشن. یعنی شما واقعا به نکته خوبی اشاره کردین، حضرت زینب اگر حضورش در جمع و در اجتماع مشکل می داشت، در قدم اول حضرت امام حسین علیه السلام حضرت زینب و دختران و خانومش رو با خودشان همراه نمی کردن. ما اگر بخوایم دنبال الگو بگردیم، بهترین الگوها را داریم در جامعه در دین مبین اسلام که میتونیم از اونها سرمشق بگیریم. اما یکی از یعنی در واقع ما حفظ آزادی و به دست آوردن آزادی را به عنوان فایده های حجاب میتونیم بررسی بکنیم. یکی از فایده های مهم دیگر حجاب که در آیات قرآن به او تاکید شده، میفرماید که شما حجابتان رعایت کنین تا اینکه شناخته شوید. هن یعرف نه، تا اینکه شما شناخته شوید. چی از چی شناخته شوید؟ از این که تو یک زن هستی نه مرد، از این که تو یک مسلمان هستی نه غیر مسلمان، و از این که تو یک باش وقار و با شخصیت هستی، ارزشمند هستی. ارزشت مثل اون کسایی نیست که در هر جمعی با حالت وضع فجیع خاص ظاهر میشن. تو خیلی ارزشمند هستی، همطور که ما داریم هر چیز ارزشمند را میپوشانن، هر چیز ارزشمند را محافظت میکنن، حفظش میکنن، مواظب هستن. پس ما ارزش خود را اگر بدانیم به عنوان یک زن مسلمان، سعی میکنیم که حجاب را رعایت بکنیم. و یک از فایده های دیگه حجاب همین مسئولیت است. مسئولیت از آزار و اذیت مغرضینی که فی قلوبهم مرض هستند. در ادامه همین آیت داریم که خداوند میفرماید که شما شناخته شوین فلا یؤذین و اذیت نشوین. ما اگر همین الان آمار کسانی که به اونها در جامعه بشری ظلم مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، اگر یک بررسی حتی اجمالی هم داشته باشیم، به راحتی دست پیدا میکنیم که او کسی که مورد آزار و اذیت قرار میگیره، او قطعا یک با حجاب نیست و او حجابش قسمی است که مغرضین به سمت خودش میکشانه. در واقع ما در سخنان دانشمندان هم داریم که بدن انسان زبان داره، رفتار انسان زبان داره. ما با رفتار خود، با نوع پوشش خود به راحتی صحبت میکنیم و دعوت میکنیم دیگران را که من با همین وضع راضی هستم، به همین افعال و همین کرداری که با من صورت بگیره. جهانی سپاس، ممنون و سپاسگزاری میکنم از صحبت های شما. خانم سروری، اجازه میخوام که باسم به اتفاق شما و بینندگان عزیز میان برنامه داشته باشیم و بعد از اون ان شاءالله در بخش سوم بیشتر صحبت کنیم. دوستان عزیز، تشکر از شما عزیزان. میان برنامه آمده نشر است ببینیم و بعد از اون دوباره برمیگردیم به ادامه صحبت در بخش سوم. در رابطه با حجاب گفتنی های دیگری هم هست. خب دوستان عزیز، مجدداً خوش آمدید. بخش سوم برنامه است و همچنان صحبت ها را به اتفاق خانم سروری ادامه میدیم. ممنون شما خانم سروری. یک نکته ای که میخوایم به صحبت بگیریم، بحث ای است که در واقع جایگاه زن، او شخصیت والایی که یک زن دارد در همه جوامع باید حفظ شود. خوشبختانه در دین مبین اسلام این مسئله از بعد و تولد دین اسلام تا کنون سینه به سینه و نسل به نسل به ودیعه گذاشته شده و جایگاه و شخصیت زنان مورد تکریم و احترام قرار گرفته و فکر میکنم سهم بزرگی در این مسئله بحث حجاب زنان داره. البته این مسئله ای است که در جامعه غربی دیده نمیشه. متاسفانه زنان به دست فراموشی سپرده شدن و امروزه شاهده ای هستیم که زنان بیشتر از یک ابزاری برای نمایش محصولات نیستن و او شخصیت والایشان در واقع با خاک یکسان شده. همین موضوعی است که دین مبین اسلام به عنوان یک دین برتر در جهان به نمایش گذاشته. ولی باید جوانان مسلمان ما آگاه و بیدارتر از هر زمان دیگری باشند و باید نسبت به دسیسه هایی که از جانب غرب و دشمنان دین مبین اسلام تحریزی میشه هوشیاری کافی داشته باشند، به ویژه در بحث تهاجمات فرهنگی که در زمینه پوشش و حجاب مسلمانان به ویژه خواهران ما روی دست گرفتن. همطور که شما در صحبتهایتان عرض کردین، آگاهی خیلی مسئله مهمی است. ما جوانان پاکی داریم که
که واقعا پاک هستن اما دستخوش آموزه های غیر اسلامی قرار گرفتن، تربیت غیر اسلامی شدن. در قدم اول باید والدین گرامی به تربیت دینی فرزندانشان خیلی توجه بکنن. در واقع ما در قسمت تربیت داریم که پدر و مادر عهده‌دار دو بخش از تربیت فرزندانشان هستن، همانطور که برای فرزندانشان آب و غذا و نان فراهم میکنن، در بخش معنوی و تربیت دینیشان هم نقش عمده‌ای دارن و نقش سرنوشت سازی دارن. ما اگر فرزندان خود را تربیت دینی نکنیم، آموزه های دینی را به او آموزش ندهیم، اونها را آگاه از مسائل دینی نکنیم، اونها خب معلوم است که میرن طرف آموزه های غربی و خب جوامع بشری هم تقریبا به همون سمت و سو روان هست، چه از نظر بگیم شبکه های اجتماعی، رسانه ها، تبلیغات، همه بر ضد اسلامه. پس از این طرف هم باید پدر و مادر یگان چی موردایی را انتخاب بکنن، جذابی هایی را از اسلام کشف بکنن که البته خیلی اسلام جذابه، باید اونا را خودشان در قدم اول بشناسن و بتونن به فرزندان خود یاد بتن. یک مسئله و یک مسئله دیگر باید توجه داشته باشیم، ما زمانی از یک چیزی استفاده میکنیم، یعنی ما دو هدف داریم در استفاده یک چیزی، هر کسی که باشه، گاهی وقتا بر اساس نیاز خود از یک چیزی استفاده میکنیم، گاهی وقتا بر اساس منفعت و فایده‌ای که داره. حتی فرض کنین همین یک پیاله آبی که ما میخوریم، گاهی وقتا ما همین آبی را که استفاده میکنیم و آب میخوریم خیلی تشنه هستیم، بر اساس نیاز تشنگی خود ما آب میخوریم، اما گاهی وقتا نه، تشنه نیستیم اما یک بیماری داریم که دکتر به ما گفته شما باید آب زیاد مصرف بکنی تا خوب شوی، پس به خاطر منفعتش استفاده میکنیم. ای دو بخش. بخش سومی که ما دلیل ای که ما از یک چیز استفاده میکنیم یه است که ما هم نیاز داریم هم فایده‌اش میدانیم خیلی زیاده، مثل غذایی که ما خیلی گرسنه هستیم، نیاز به غذا داریم، اما خیلی از غذاهای ما هستن که فقط سیر میکنن اما منفعتی نداره، فایده‌ای نداره. کسی هوشیاره و کسی به صحت بدن خود فکر میکنه که فایده هایش هم بفهمه، از غذا استفاده کنه که هم سودمند باشه و هم رفع گرسنگیش بکنه. پس حالا اگر ببینیم در قسمت حجاب، حجاب واقعا مورد نیاز است یا منفعت داره؟ هر دو، هم مورد نیاز است، هم به عنوان ای که جواز آزادی خانم باشه، هم به عنوان ای که او را بشناسانه در جامعه بشری و مخصوصا در جامعه غربی، و هم به عنوان ای که واقعا منفعت زیادی داره به دین، به مذهب، به مسلمان. همونطور که شما در ابتدای صحبتهایتان اشاره کردین که اگر یک فرد مسلمان، در واقع مفهومی که من صحبتهای شما گرفتم ایره برداشت کردم که اگر یک خانم مسلمان حجاب خود را رعایت کنه و با حجاب وارد جامعه شده، خب پشت سرش یک نفر دیگه هم حجاب خود را رعایت میکنه و این احکام اسلامی در جامعه بشری و در اجتماع شیوع پیدا میکنه، رسم میشه. همونطور که ما گسترش خیلی از فرهنگ‌های غربی را داریم، یک نفر استفاده کرد، نفر دوم خوشش اومد، نفر سوم همین رقمی میشه که پخش میشه. خب ما چرا رقمی فرهنگ اسلامی و فرهنگ دینی رو در جامعه بشری رشد بدیم؟ ما یک چیزی داریم در آموزه‌های دینی که کون دعاء الناس به غیر السنتکم، شما بدون اینکه شما صحبت کنین، گاهی وقتا واقعا زبان دیگه در این جامعه خیلی از کار افتاده و عمل کرد فرد بیشتر مورد تایید است و بیشتر مورد استفاده است. عمل یک مسلمان از دین شکایت میکنه، از مذهب شکایت میکنه و از رسم رسومات دینی شکایت میکنه، که یک مسلمان واقعا با عمل خود، با یک با حجاب خود میتونه خود را در جامعه بشری نشان بده که من به عنوان مسلمان و هیچ محدودیتی ندارم. نکته دیگه ای است که خیلی ها فکر میکنن حجاب محدودیت هست، به خاطر از اینکه فکر میکنن به نوع خاصی از حجاب اشاره دارن. در این قسمت خوب است بدانیم که آیات قرآن به وضوح نوع خاص حجاب بر ما مشخص کردن، فرمودن که ای رسول خدا، به زنان و به دخترانت و به زنان مؤمن بگو که یودنین علیهن من جلابیبهن. در زمان جاهلیت، در زمان قبل از اسلام، روسری های خود را مردم به عقب منداختن، خانم ها به عقب منداختن که سر و گردنشان مشخص. اما آیات قرآن میگه که شما یک کار بکنین، حجابتان این ویژگی را داشته باشه که
یودنین علیهن من جلابی بهن، نزدیک باشه که گردن و تا نصف بدن شما رو بپوشانه. بله. یک نوع. و نوع دیگه بگه جلباب بپوشین. جلباب یک لباس سرتاسری است، یک لباسی که از سر تا قسمت موچ پای میگیره. لباستان این ویژگی ها را داشته باشه، حجاب است. لازم نیست که خیلی کلان باشه، دست و پاگیر باشه، یک نوعی باشه که ما البته خب این چی است دیگه، یعنی خود مردم یک نوع خاصی را از حجاب تعریف میکنن، در حالی که ما یک نوع خاصی نداریم واقعا. بسیار خب، ممنون شما. به پایان برنامه نزدیک شدیم خانم سروری، اگر نکته مهمی باقی مانده که در ضمن تکمیل کننده این بحث به برادران و خواهران عزیز ابلاغ کنین، خیلی کوتاه، و اگر نیست که از حضور شما خداحافظی کنه. خواهش میکنم، فقط به عنوان خلاصه مطالبی که خدمت شما عرض کردیم، در قسمت آگاهی خود ما آگاهی خود بالا ببریم از دین مبین اسلام، و اون اشکالاتی که به دین مبین اسلام وارد میشه بشناسیم که از طریق چه کسانی و چه طرز تفکری وارد. ممنون شما، زنده و سلامت باشین. تشکر از توضیحات شما، سپاسگزاری میکنم. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. خدا نگهدار شما. و دوستان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان رسید. ناگزیر هستیم که از حضور گرم شما عزیزان خداحافظی کنیم تا فردا عصر، که باز هم با برنامه روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و مددگار همه شما.